سکس خیلی شخصی تره و خیلی تصمیم خصوصی تریه تا اینکه توی غذایی رو بخوری یا نخوری. اونم محدودیت من و توه، چون دوتا اونو قرار نمی کنیم. خب این محدودیته، اینو به عنوان یه محدودیت بپذیریم، این آرم اخلاقی و اینا رو از روش برداریم. آقا ما این سری محدودیت ها رو میپذیرم. من مثلا میپذیرم که من یه سری تجربه های جنسی رو نخواهم داشت و باهاش راحتم و مطمئنم نیستم، به قول تو برچسب اخلاقی و درست و غلطم بهش نمیزنم، چون انقدر سخت شده. به جای اینکه ما آدم ها رو شروع کنیم متقاعد کنیم به انجام یه کاری، اونا رو توی شرایطی بذاریم که اون کار رو توی شرایط سختی انجام بدن و بعد ما از اونجایی که نمیخوایم بپذیریم، نمیدونیم و اشتباه کردیم و این چیزا رو برامون سخت پذیرفتنش، اون کاری که کردیم رو توجیهش رو درست میکنیم. اگر ما نپذیریم، اشتباهاتمون رو نپذیریم، محکوم به توجیهشون هستیم. خیلی حرف داشت، خیلی حرف داشت به نظر مثلا من. آره تو مثلا توطئه و شایعه، این که ما چجوری میتونیم تفکرات فردیمون یا تفکرات فلانمون یا عدم متحد بودن به یه سری اخلاقیاتمون و در نظر گرفتن منافع شخصیمون یه سری طعم، یه سری جدیدی، یه سری زیبایی رو که واقعا خب چشیدن یه طعمی که تا حالا نچشیدی. من مثلا رفته بودم ژاپن یه میوه خوردم تا حالا نخورده بودم و خیلی برام باحال. اینجوری هم که تو سن 38 سالگی برای اولین بار دارم یه طعمی رو میچشم. فرض کن تا حالا خرمادو نخورده باشی و دفعه اولی نفر یه خرمالو، خیلی باحاله. میتونی بخوری بعدا بگی دوست نداشتم. شور ولی آه. ولی 30 تا چیزو میتونی بخوری و دوست داشته باشی. سوال اخلاقی به نظر من اینجوری پیش میاد. جواب من نمیدونم. جواب تو نمیدونم. بعد از این همه چیزی که گفتی. حسین متر اخلاقی تو کجا؟ ببین من دیوارا رو برداری مصادف میشه با هنجارهای جامعه، مثلا همون چیزی که علیرضا گفت میتونیم سکس کنی با 3 نفر 4 نفر، اونجا چی کار میکنی؟ میدیش میگم بالای اونجا هم کسی متضرر نمیشه، اونجا هم کسی متضرر نمیشه، با کانسنت هم میتونه باشه، با توافق جمعی. اونجا واقعا من به نظرم در مورد سکس آدم ها خیلی مختارن که تجربه ترجیح داشته باشن، چون بحث بدن توی و شیر کردنش با این افراد نه. خب قضا هم همون ترجیح میشه حسین، این همونه واقعا نیست، به خدا این همونه. آخه ما اون رو یه جوری مقدس و یا مثلا نمیدونم داون تو ارث نگاه میکنم. من میگم میدونم که برام بد نیست مثلا سکس داشتن با 5 نفر، خب میدونم که برام مثلا ضرری نداره، ولی نمیخوام به این دلیل که الان داری دلیل رو میتراشی صادقانه. میخوام بقیه هم بهش فکر کنیم که حسین الان داره به خاطر اون چیزی که دوست نداره، به خاطر هوش زیادی که داره دلیل درست میکنه، یا به خاطر این دلیلا، گوش کن، یا به خاطر این دلیلا تو نقطه اول به این نتیجه رسید که با 5 نفر سکس نداشته باشه. خیلی باحاله، اتفاقا خوشم میاد که دارم چالش میشم و اتفاقا فکر میکنم چالشم اون جاییه که گفتم به نظرم بد نیست. به نظرم بده، به نظر من سالم نیست، به نظر من درست نیست. به نظر من آدما خودشونو تو روابط، آدما خودشونو میشناسن. تو میدونی که همجنسگرا هستی یا نیستی، اگه هستی هستی، اگه نیستی نیستی، اگرم شک داری با جفتش. بعضیا شک ندارن، من شک ندارم، دلیل نداره برم با یه کسی که مثلا همجنس هم سکس داشته باشم. و به همین سادگیه، یه سری چیزا رو میشناسی در مورد خودت و اگر در مورد خودت چیزی رو میدونی و بر علیه اون رفتار کنی، اونجاست که من به نظرم مثلا هیچ جذابیتی نداره مثلا با یه سری. خب آخه ببین همین حرف رو در مورد خورشت بامیه میشه بزنی. شاید این شناخته غلط باشه. من الان میگم آقا برای من اصلا جذابیت نداره برم خورشت بامیه بخورم، من اصلا راحتم، همین الان راحتم، نمیخوام، من خودم اون شناخت دارم الان اونو بخورم حالا بد میشه. به همون استعدادش همون شکلی تو هم داری تقریبا همینو میگی، ولی این اینو من جوابشو ندارم، یا شاید هم نمیدونیم. من به نظرم حالا واقعا باحاله، ولی ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم، مثلا غذا خوردن، صحبت کردن روی استیج، حرف زدن با یه دختری که ازش خوشت میاد، بری به رئیست بگی که مثلا من میخوام چیز کنم، اینا یه سری چیزاییه که واقعا به نظر من از جنس سکس نیست. سکس خیلی شخصی تره و خیلی تصمیم خصوصی تریه تا اینکه تو غذایی رو بخوری یا نخوری. نه به نظرم مثل هم دیست، ولی یه کاری که تو میتونی از توش در بیاری برای توی نوعی یا من نوعی یا توی نوعی که هر جایی که ببین، اونم محدودیت من و توه، چون دوتا اونو قرار نمی کنیم. خب
این محدودیته، اینو به عنوان یه محدودیت بپذیریم، این آرم اخلاقی و اینا رو از روش برداریم و ما قرار نیست همه محدودیتامون هم کنار بذاریم. میام اولویت بندی میکنیم، میگیم آقا جون من این محدودیتام برام الان در اولویته، خب این محدودیت اولویت های آخره، ولی محدودیت ارزش نیست، انتخاب نیست، هویت نیست، خیلی چیزای گنده ای نیست، من نمیتونم، چون اینم مثل همه چیزای دیگه است که مثلا ما توی هزاران سال پیش احتمالاً عشق واقعی بین دوتا مرد بود، روابط خیلی مختلفی وجود داشت، تو ما اصلا از نظر بیولوژیکال موناگامی نیست، موناگامس رفتار تک همسری نداشتیم، اصلا تو ذاتمون نیست، اینا بر ساخت اجتماعی الانم برای ما انقدر کثیف و خوب و بد گذشت از این چیزا شده و با به ذات چیز این، ولی محدودیت منه، من همینه، حرف من اینه که اون یکم دورتره، دورتره. آره. بذار از این دیوارایی که نزدیکتر شروع کنیم و دیوارایی که انجام ندادنش به تو صدمه میزنه، لاقل تو یعنی یه سوده میتونه داشته شه، آره بامی نخوردن به صدمه نمیزنه، ولی یه تجربه یا یه محدودیت های برات ایجاد میکنه، مثلا حالا خیلی شاید کوچیک باشه، ولی تو مثلا مثال پابلیک سپیکینگ نکردن که میگن ترس شماره یک مردم دنیاست، و اینو من خیلی دماش برام جالبه. تو شب کلاسای چیز رفتی که آره یه بار رفتم از طرف شرکت تو که ما خوب باشه بای دیفالت توست مستر؟ نه ما تو دانشگاه داشتیم، مثلا من فکر می‌کردم خب اصلا همین که میری بالای چیز شروع می‌کنی بخوای حرف بزنی، آها من اون کلاس رو رفتم، اصلا شروع می‌کنه به لرزیدن و منم یه چیزی دارم که اصلا خراب پشت این تریبون که وای میسی اصلا صدات می‌لرزه اولش، یعنی جلو داریوش بود من سعی کردم که اولش رو یه ذره چیز کنی، شروع کنی صحبت کردن دیگه عادی میشه. آره عادی میشه، یادش بخیر. چقدر جالب گفتی، گفتی اینم یه ترسایی هست که میتونه مثلا پابلیک سپیکینگ یه چیزایی اینجوری زندگیتو میدونه، یعنی که تو مثلا یه نفر دوست داری نری باهاش حرف بزنی تا آخر عمرت مثلا انگار عقدش تو ذهنت میمونه. آره من به نظرم اینا خیلی دم دستیه و اونم خیلی جالبه، آقا ما این سری محدودیت‌ها رو میپذیرم، من مثلا میپذیرم که من یه سری تجربه های جنسی رو نخواهم داشت و باهاش راحتم و مطمئنم نیستم، به قول تو برچسب اخلاقی و درست و غلط هم بهش نمیزنم، خیلی قشنگه و میرسم به چیزایی که الان داره ایمیدیتلیه، خیلی ایمیدیته، خیلی نزدیکه به هم و خیلی نزدیک داره زندگی ما. آخه که یه عده بخواه مخصوصا تو جامعه خودمون یه معلومه که این غلطه چون من دوستش ندارم و بعدم شروع میکنم دلایل بافتن و از این ور قرض گرفتن از اون ور آوردن، انقدر توجیه بیارم که اونو به کسافت بکشم چون من دوستش ندارم. میدونی خیلی برای ما پیش میاد، محدودیت منه شاید. آره محدودیت منه. آخه واقعا من یه زاویه ای هم که با اینجور صحبت دارم اینه که تو اینجوری همه چی رو میتونی زیر تو خیانت کردن به همسرت برای چی غلطه؟ بخاطرم دار باید برسی به اون که حالا این هست، اینم غلط نیست، اینم تو جامعه هست، اینم شرایط اخلاق اجتماعیه. پس یه جایی هست که پس باز دوست داشتن و دوست نداشتن نمیتونه متر باشه. اوکی. اینو من حرفم همش همینه، این متری که من دوست دارم یا دوست ندارم هیچ متر خوبی دوست نیست. دارم ولی دوتاش از من دوتاش غلطه، متر نیست، متر انگار یه چیزی برای ماست، اون تعهد اخلاقی که یه چیزی که من باید قبل از رسیدن به اون متعهد بشم، یه چارچوب لازمه. ما یه بار دیگه هم در مورد این حرف زدیم قبلا که گفتیم مثلا تو نگاه های این مدلایی که سلف لاو و اینا انگار ما به یه خودشیفتگی رسیدیم یا خودخواهی یا خودترجیحی رسیدیم به خاطر که اون متر اخلاقی رو نداریم و من در اولویت هستم و اینم قدیما احتمالاً دین متر اخلاقیمونو مشخص میکرد، الان انگار فقط قانون شده اخلاق ما، هر چیزی ورای قانونه، ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم، قانون نبینه. تو خلوت خودمونو نمیدونم چجوری داریم تعیین میکنیم. خدا به داد برسه، خدا به داد برسه. ببینم وقت داریم برای جواب دادن به اون سوال پنج نفر و یه نفر؟ وقت فکر کنم الان دیگه اپیزودمون بسته شده، داریم میریم الان داخل اپیزود دو ایم. الان فکر کنم یه نفر یا پنج نفر. به نظرم خیلی تاپیک باحالیه برای صحبت کردن، با اینکه خیلی در موردش حرف زده شده. آره میتونه آخه باز شه نوعی. آره، که ما داریم بشه مثلا تو یه نفر مثلا دیگه رو بازش نکنیم فعلا، فقط من اینجوری هم که من دست به اهرام نمیزنم، دست به اهرام آخه هیچ کاری نکردنم یه کاری شو. اگر من نبودم این اتفاق میافتاد. میتونم دیگه چند تا سال پشت سرم از این بپرسم؟ لطفا بذار اول رضام جواب بده. اول رضام رو بخواه بندازه زیر تلیمی شب فکر کنه. خب بگو
من آماده. نه آخه باید آزه جانم اوکی تو میگی هیچ کاری نمیکنه. اگه 10 نفر اونجا بودن من کاری نمیکنم. 1000 نفر اونجا بودن میخورد به یه شری مامانت اونجا بود میتونی به جایی برسونیش که یه کاری میکنم. آفرین. میخوام بگم یه جایی انگار آدم یه کاری میکنه. چون ببین هیچ کاری نکردن در حقیقت کاری کردنه. میدونم مطمئنم درست میگی. و یه جایی مثلا ممکنه بگی آم میخوره بشریت از بین میبره. آخه من خیلی کلا با مردن اون مشکل رو ندارم که فکر کنم من اینجوری میتونم توجیهش کنم که بگم شاید اون 5 نفر آدمای بدی یعنی یه نفر آدم خوبیه. اصلا اون که آدما رو میکشه رو ول کن، این یه سمی توشه میخوره اینجا منفجر میشه آدما رو مثلا فلج میکنه هزار میدونی میتونه همیشه این باشه که انگار ما باید یه مسئولیتی رو هر چقدر که میخوایم نپذیریم که چون سخته دیگه چون هر دو برش نمیدونیم چه اتفاقی میفته باید یه تصمیمی بگیریم. و خیلی جالب بود که تو گفتی من هیچ کاری نمیکنم ولی این نه هیچ کاری نکردنه خودش تصمیمه. تصمیم نگرفتن یه تصمیم. ببین مثلا میگفتش که آقا فرض کن یه مثلا بعضی دیدی یه حشره داره جون میده بعد اینا پاشو میزنن روش میگن بزن اینو بکشمش راحت شه. من از همین خیلی و این یه خورده از اون نزدیک اونه که بزن من میدونم چی درسته بزن اون کاری که من میدونم درسته رو انجام بدم. و این خیلی مایاپیکه، خیلی از تو لوله خودکار دنیا رو نگاه کردن. هیچ کاری هم نکنی زجر اون رو داری نگاهش میکنی میگی داری من به نظرم اون به نظرم دلایل اتفاقات از من و تو بزرگترن و از ذهن من و تو بزرگترن و عذابی که آدم رو دارن میکشن و بعضی از حیوان رو دارن میکشن من در حد خودم به دانش خودم عذابی اضافه نمی کنم. خب ولی چرا دیگه تو این اگه بکشی از زجر دنیا یک کم کم بهتره شاید بس فردا مثلا حالش خوب شه ولی دقت میکنه این کاره در حقیقت وظیفه رو مسئولیت رو میندازی به دوش یک کسی دیگه ای. خب ولی در این حال ما خودمون مسئولیم به نظر من. یعنی همین که تو هیچ کاری نمی کنی این دقیقاً تو داری یه کاری رو انجام میدی و تو فکر میکنی که کار انجام دادن اینه که دخالتی نکنی، عملت اینه که دخالتی نکنی. تو چیکار میکنی؟ یه نفر پنج نفر آره. یه نفر پنج نفر من فکر میکنم یعنی توی قطار داره میاد برای که اونایی که شب قسمت قبلی نه یه قطار داره میاد میخوره ترمزش بریده ته خط میخوره به 5 تا کارگری که روحشون هم خبردار نیست و میمیرن. اتفاقا تو سر یه اهرمی هستی که میتونی اهرم رو بچرخونی قطار بره این بر یه نفر رو بکشه اونم یه کارگری که اون بره. من فکر میکنم با عقل امروزم یک نفر رو میکشم. یک نفر رو میکشم. حالا سوال بعدی که توی این راست هست میگه که فرض کن توی بالای یه پل وایسادی یه آقای چاقی اینجوری دلاشه داره پایینه نگاه میکنه قطاره داره میاد و داره میخوره به 5 نفر. تو میدونی اگه خودتو بندازی پایین قطار منحرف نمیشه ولی این آقا هر یه حوله اینجوری بهش بدی از این بالا میفته پایین مانع قطار میشه و اون 5 نفر نجات پیدا میکنن و این آقا میمیره. اون حوله رو میدی؟ نه. حالا سوال اینه که چرا اونجا هول میده اینجا چرا اونجا اون انتخاب اونجا دخالت میکنی اینجا نمیکنی؟ آره ببین اونجا بحث این بود که من دخیل نبودم توی مرگ یک نفر دخیل بودی یعنی به صورت فیزیکی دخیل نبودم. اگر تاچ فقط مشکله اگر فقط تاچ کردم یه اهرام میذاریم زیر پای یارو خب یه اهرام میکشی در چه باز میشه آدم اینجوری حالا باشه بزنم جوابش بده جوابتو چیه دوباره 5 و 1 ای نامردان بگو شماها قبول نیست شما فهمیدین الان دیگه نمیدونم هم نداریم نمیدونم و نمیکنم و داستانا نداریم واقعا جز به سوالهایی است که من خیلی بهش فکر میکنم و جوابم با قاطعیت تمام نمیدونمه. من از اون قبول جواب ما هم نمیدونیم در واقع آره ولی داریم یه جواب آخه شاید واقعا اوکیه نمیدونم شاید ما باید بیشتر عادت کنیم به نمیدونم. آخه ببین دخالت من این که جواب میدونم آره. دلیلش هم اینه دلیلش اینه که مزاحمش نمیشی آره مزاحم داستان اصلا نمیشی داستان اینه. ببین مثلا یه مثال دیگه ای هست میگه با یه قبیله ای درگیر شدی و این قبیله میگن یا این یه نفر رو بکش یا ما این 20 نفر رو میکشیم. خب و داستان اینه که بکشیم 20 نفر رو بکشیم. من مسئول رفتار خودمم، من خودم با خودم این تصمیم رو گرفتم که من کسی رو نمیکشم. تموم شد.
آخه تو هیچ کاری نکنی 5 نفر میمیرن قربونت برم. ایتسو من 5 نفر من 5 نفر میمیرم. من 5 نفر کشته شدم من 5 نفر میمیرم. ولی الان تو در یه موقعیتی هست که میتونی جلوی 5 کشته شدن 5 نفر بگیری. انگار تو 5 نفر کشتی. انگار چرا؟ چرا؟ بعد دیگه دراماتیکش نکن. آفرین. چون تو زاویه بهش ندی. تو یهو میگی 5 تا کارگر میمیرن. وقتی تو میتونی جلوی مرگ 5 نفر رو بگیری. اگر نگیری تو انگار باعث قتل میشی. انگار تو کشتی. اصلا انگار. حالا حرف من نیست ولی یه لحظه فکر کنیم. مثلا اینکه تو الان بگی نه واقعا نیست آخه. مثلا اینکه من الان مثلا یه نفر کور داره وسط خیابون میره. نه بذار. مثلا اینکه من به تو بگم تو الان میتونی به آدما کمک کنی که از فقر نمیرن، از گشنگی نمیرن. خب یه سری آدما دارن الان میمیرن از گشنگی و تو داری کمکشون نمیکنی، پس تو داری از گشنگی میکشیشون. بله. من میخوام بگم مسئولیت اجتماعی همینه. فرض کن یه آدم کوری داره از خیابون رد میشه. خب یه ماشین داره با سرعت میره بهش میخوره. خب و تو بگی که مسئولیت من نیست. من دخالتی نمیکنم. آدم میمیره. نه من اگه بتونم مثلا چه میدونم یه دست کم میدم. آفرین. پس حالا من میخوام یه جای دیگه بستش بدم حسین. میدونی الان این بحثی که یه زمانی توی فلسفه خیلی بحث انتزاعی بود و آدما خیلی هم میگفتن این چرت و پرتا چه، چقدر امروز اپلیکیشن داره توی همین اتونومس کارها، ماشینایی که دارن میان. الان یکی از بزرگترین مباحث اخلاقی دقیقاً همینجاست. که اگر اینکه تو سر همچین دوراهی ماشین قرار گرفت باید کی انتخاب بکنه؟ اگه بین نجات دادن جون سرنشینش و یک بچه کنار خیابون با کدومش رو انتخاب بکنه؟ این مباحث دیگه اونقدی انتزاعی نیستن با پیشرفتی که ما داریم میکنیم. حتی با حضور AI ها این مباحث دوباره دارن الان رنگ‌های پررنگ‌تری پیدا میکنن. انگار ما دوباره باید به یک ساختاری برای جواب دادن به این سوال‌ها برسیم. حتی با همه محدودیتایی که داریم انگار باید یه نظمی به اونا چون بالاخره این ماجرای اتونومس کار همین الان توی LA میدونین که الان اتونومس کارا دارن میرن تو سان فرانسیسکو هم از یه سال پیش داشتن میرفتن و آره و باید اینا رو بتونی بهشون یه خط و مشی بدی یا الان قدرت AI هایی که دارن میرن بالا همینجوری الان میتونن رو تفکار عمومی تاثیر بذارن میتونن هزار و الان تو انحصار دولت هم در اومده به تر این چیزا و میتونن استفاده عجیبی ازش بکنن. دوباره مبحث اخلاق دوباره برمیگرده چیکار بکنیم و این شاید نقطه ندونستن نقطه بدی هم نباشه فعلا نمیدونیم ولی باید یه کاری بکنیم. هیچ کاری نمیشه نکرد. یعنی واسه هیچ کاری نکردن یعنی نکردن یه کاره. من نمیدونم آره. به عنوان این میگم یعنی اون کوره رو کشتن. من به عنوان این انجامش نمیدم که هیچ کاری نکنم. من به عنوان این انجام میدم که این کار درستمه. اینجوری نیست که مثلا دارم سلب مسئولیت میکنم از خودم. من اینجوری هم که من کاری نمیکنم چون این کار درستمه. من حرفم اینه در نهایت من مسئول فقط و فقط رفتار خودم. خب و من اگر قولم با خودم اینه که کسی رو نمیکشم این خط نداره، مرز نداره، من کسی رو نمیکشم. خب کما اینکه من مثلا تجاوز نمیکنم. حالا تو بیا یه شرایطی دیگه آقا مثلا اگر شما ببینی یه نفر یه سویچ سر سویچ بمب اتمی که داره اگه این دکمه رو بزنه 100 میلیون آدم میکشه کلی بعدم چیز میشه اونو میکشی. منم میکشم تا هممون میکشه. من نمیکشم. نمیکشی 100 میلیون آدم بمیرن؟ من نمیتونم آدم بکشم. آی نو ولی حسین میدونم این سخته ولی واقعا همینه نکته. آدمه الان اینجا وایساده یه دکمه هم تو دستش دیوانه از طرف این دکمه رو بزنه اون بچه بزرگ رضا مامانت من همه میمیریم. میدونم چی میگی و خب مجدد من یه قدرت تجسمی دارم. اگه اونجا باشم تو اون شرایط عجیب غریب قرار بگیرم که تو داری تصویر میکنی شاید این کارو بکنم. ولی الان که تو این صندلی راحت نشستم دارم عاقلانه بشه. ولی بازم عاقلانه نیست. میدونی چرا؟ به خاطر که بازم اون تصمیمه عاقلانه نیست. این به خاطر که من حس بدی میکنم الان اگه اینو بکشم. چون بازم مترش اخلاقی نیست. بازم مترش از حال من داره میاد. چون من حالم بد میشه این کارا رو نمیکنم. یا من چون خوشم نمیاد گفتم یه آدمی رو نکشم نمیکنم. ولی این متر نیست. یعنی این برای چی نمیکشی؟ ده حرف درسته. آره آره نه سواله بازم سوال جواب ندادم. من چی هستی آقای فردوسی؟ واقعا دنبال اینم که تهش از این شجاعتی که حسینی که یه آدم نگاش میکنن، رضایی که کلی آدما نگاش میکنن دوستش دارن بگه واقعا نمیدونم. من آخه به نظر من نمیدونم. معلومه که نمیدونم ولی ما اینجا داریم چون اگه بگیم همه نمیدونم خب پس بحث مرده.
نه ولی بگم مثلا آره باشه. بگر نه خب منم نمیدونم و حالا بگی اگرم یه تصمیمی میگیرم فکر میکنم و اون اوپن بودنی که به قول یه فیلمی مال این کیارستمی مصاحبه داره خیلی خوشم اومد میگفت که بعضی از فیلمتون اعتراض میکنن اینا، گفت من میدونم چرا اینا از فیلم من اعتراض میکنن، چون آخر فیلم به جایی که من جواب بهشون بدم این یه سوالی توشون ایجاد میشه و این اعصابشون رو خرد میکنه. خب انگار ما عادت کردیم جواب رو باید بگیریم یا بدیم یا فلان، واقعا شاید یه کاری به قولم بکنیم تو اون لحظه، به قول حسین میگه من فکر میکنم هیچ کاری نکنم کار درسته، فکر میکنم هیچ کاری نکنم کار درسته، رضا میگه مثلا یکی رو بکشم، ولی همین که بدونم که آقا اون تصمیمه واقعا خیلی تصمیم سختی، یعنی من به نظرم اتفاقا این شاید یه چیز جالبی برای من و تو باشه که بگیم نمیدونم و پاشم وایسیم، واقعا نمیدونم. آره چون قشنگه دیگه آقا من واقعا نمیدونم تو اون شرایط چی کار میکنم. آخه چیزی که هست، این چیزی که برای من اتفاق افتاده، من بعضی موقعا مثلا تصویر سازی کردم میگم اگه این اتفاق بیفته من چی کار میکنم، و تو اون موقعیت قرار گرفتم اصلا یه کاری کردم که اصلا عجیب غریب خارج بوده. آره اصلا بهش فکر نکرده بودم، نشون میگم یه کاری کرده بودم عجیب غریب. این که ما الان اینجا بشینیم به قول تو توی صندلی مثلا گرمونم بگیم که اونجا یه ترند داره میاد و اینا ما چی کار میکنیم، این نظر درستی نیست. آره غیر از درست غلطش رواداری رضا به ما میده که بعدن اگر یه نفر اون ده رو مرو کشیده بود توی موقعیت یه بند خدای دیگه قرار گرفته بود یا نکشیده بود قضاوتش نکنه، قضاوتش هم بکنه ما، ولی در یه جایی که واقعا از یه جایگاه ندونستن، چون من فکر میکنم ما وقتی به قولن توی صندلی گرم میشینیم و به جوابایی که قطعیه میرسیم به بقیه اون رواداری رو نداریم، اون خشونت تو عملمون تو استوری اینستاگراممون بیشورا یا مثلا توی میدونی نه من الان در این حال که دارم میگم نمی کنم احتمال زیاد برسم اونجا این کارم یعنی تو اون حالا باز دوباره اینم حرف عجیبیه چون هنوز اونجا نیستی، ولی انگار یه تضادی رو به تو نشون میده که بابا اگه تو دنیای توت تو صندلی نرم و آرومی که نشستی اینقدر پیچیده است، تو چه جرأتی اولا میتونی کسی رو قضاوت کنی به خاطر رفتارش، دو اینکه اونجا دیگه چه کار میتونی بکنی و آدما رو تو شرایط که تو شرایط عجیب که قرار بدی کارهای عجیب غریب میکنن. مثلا حالا اپیزود قبلی داشتیم در مورد خودخواهی صحبت میکردیم و تصاویرش هست که یه مترو تو نیویورک داره میاد، یه آدم فینت میکنه، قش میکنه، میفته رو ریل و یه نفر میپره روش، میخوابونتش رو زمین و قطار از رو جفتشون رد میشه و مرده که اینو نجاتش داده پشت سرش گریس چیز زیر قطار مالیده شده و جفتشون زنده میمونه. خب و این تو اخبار هست و تصاویرش هست و من اینجوری هم که شاید تو هم بتونی، شاید تو هم اون کارو بکنی تو اون لحظه، اونم اگه ازش میپرسیدی خودتو میندازی زیر قطار، میگفت نه بابا من جرأتشو ندارم، ولی ما نمیدونیم چی ازمون برمیاد، هم خوبش هم بدش، هم به سمت خوبش هم به سمت. برای همین من اینجا بشینم بگم نه من کسی رو نمیکشم یه خورده عجیبه حرف عجیبه، و تو تئوری میتونم تو کتاب بهت بگم که نه من کسی رو نمیکشم، ولی پاش بیفته یه نفر بخواد مامانم رو اذیت بکشه که هیچی بخواد اذیت بکنه، میدونی چی میگم؟ آدم نمیدونه چی ازش برمیاد، هم خوبش هم به سمت بدش. حالا یه مبحث دیگه که باز من دوست دارم اینو بهش فکر بکنیم، باز اینم یه سوال خوبه دیگه، نمیدونم این که نمیدونم ما دیگه نمیدونیم نه بذار این 4 دقیقه وقت داریم اینو بگم، خیلی سوال خوبیه مرده اما اینه توی که من فهمیدن فهمیده تا اینجا داره تموم میشه حقا سکون میگیریم به بچه های سانده اینایت نه، ولی یه چیزی بود که میگفت که تو دنیا امروز یه سیستم کنترلیه دیگه و یه سیستم دیگه که وجود داره واسه خیلی جالبه، اینه که چون انقدر سخت شده به جای اینکه ما آدم ها رو شروع کنیم متقاعد کنیم به انجام یه کاری، اونا رو توی شرایطی بذاریم که اون کار رو توی شرایط سختی انجام بدن و بعد ما از اونجایی که نمیخوایم بپذیریم، نمیدونیم و اشتباه کردیم و این چیزا رو برامون سخت پذیرفتنش، اون کاری که کردیم رو توجیهش رو درست میکنیم. مثلا به آدمه به جایی که توجیه کنن که این رفتار مثلا دزدی کردن یا نمیدونم با 3 نفر خوابیدن این کار خوبی برو انجام بده، اینو در یه موقعیت قرار میدن با 3 نفر سکس بکنه
بعد میگن برو هر کاری میخوای بکن. این از اون دیسوننسش میگن، بهش میگن کاگنیتیو دیسوننس، از این تضاد فکری رفتاری که براش وجود داره، چون اون کاری که کرده رو دیگه نمیتونه عوض بکنه، باید فکرش رو نسبت به اون کاری که کرده رو عوض کنه، مگر اینکه قدرت اینو داشته باشه که بگه اشتباه کردم. اگر ما نپذیریم اشتباهاتمون رو نپذیریم، محکوم به توجیهشون هستیم. و این جزء درسایی بود که من خیلی چیز شده که آقا اگر من یه اشتباه کردم و ببین چقدر اتفاق میفته، یه کاری رو میکنیم اتفاقی، چون برامون سخته بگیم اشتباه کردیم، یا چون اصلا کانسیکونسش تو جامعه ما هم خیلی زیاده، بگیم اشتباه کردیم بهمون بدرفتاری میکنن، نمیپذیرن اشتباهمونه. به نجمی رسا اشتباه رو اصلا تو قبول نکن که اشتباه کردی و هزار تا توجیه هم برش بیار. بله این خیلی اتفاق میفته. برای خود منم یه جای اتفاق افتاد که توی حالت یه ذره مثلا عصبانی شدم، یه حرکتی انجام دادم که بعد به خاطر اینکه از دل اون طرف در بیارم رفتم توجیه کردم، گفتم من ببین اینجوری بود، اینجوری بود، اعصابم خورد بود، اونجوری بود، دیدم نشد، دوباره بیشتر توجیه کردم، گفتم ببین اینجوری دیدم راه نداری، آقا اشتباه کردم. اشتباه حالا باز تو هم دمت گرم گفتی، آخرش آدم نمیگه دیگه، غرورش گیر میفته واسه میگه. پس بعد رضا رو بذاریم توی اتاق با یه ظرف خورشت بامیه، آفرین، دست داره شیشه با یکی رو داریم شکنجه میکنیم، میگه رضا نخوری این بنده خدا رو شکنجه میکنیم، آقا بذاریم گوشه توی باکس آهنی که اونم هست، ولی تو مجبور روشت و باقیه رو برای نجات تو نرفت بخوری، باقیه رو بخوری. چقدر باحال، واقعا به نظرم شاید باحال ترین چیزی که برای خود من قشنگ یه اتفاق ریال تایم امروز افتاد، که اینجوری بودم که چرا اینقدر مطمئنی، چرا اینقدر فکر میکنی میدونی، واقعا نمیدونی، و از نمیدونم به عنوان کاپ اوت استفاده نکنی که نمیخوام جواب بدم، مسئولیت نپذیر. آره واقعا اینجوری هم که نمیدونم چیکار میکنم، امیدوارم تو این شرایط قرار نگیرم، ولی اگه قرار بگیرم حتما نمیدونم چیکار میکنم. تنها چیزی که مطمئنم اینه که الان نمیدونم چیکار میکنم، و هر سرتنتی رو از این برداری. این خیلی سمه و من یه ذره درگیر این هستم بعضی موقع. حالا یه سری جا احساس میکنم حق با همه، مثل اون خوشحالی لذت هنوزم باورم، ولی یه سری جا متقاعد میشم اینجوری هم که این سرتنتی خیلی سمه، خوشونت میاره دیگه. آره قشنگه. مرسی که اینو امروز برای من سال آخری رو هم سوالم بپرس، داره برنامه تموم میشه، همین سوال رو بپرس، میخوای میگی جوابش لو رفت، نه همین نمیسم نمیدونم. آقا واقعا اگه نمیدونین بنویسید، ولی اصلا نمیدونم، بالاخره باید انتخابی بکنیم، اینم برای ما میشه سوال. حالا ببینید چه جوری، اگر واقعا جوابتون همچنان نمیدونم، بنویسید نمیدونم 5 یا 1، و این خیلی به نظر من جواب داد میشه، و حتما سری بعدی میخونیم وقتی آره. جوابش بیاد میخونیم که در واقع ببینیم نظرهای بچه هم کدوم ولیه. همین مثل علیرضا جان نمیدونم. ما دیگه نمیدونیم. این سواله رو دیگه از من نمیدونیم. من همیشه میگم. پنج یک، و اگر هم دوست دارین دلیلتون و نوع نگاهتون هم بنویسید. این سوالا قبلا من گیر میدادن، همینجوری داره فید میشه میگم، من گیر میدادن، میگفتن که این تو همچین یه جور جواب میده انگار جوابا رو میدونی، گفتم به خدا هیچ کس از من نمیپرسه، اگه بپرسن میگم نمیدونم. فضای اینترنت یه فضای فست پیسه، یه فضایی که سرعت زیاد داره کانتنت تولید میشه، و آدما نمیشینن نگاه کنن تمام تکنیکال ایرورایی که تو داری، ایرادایی که داشتی رو نت پیکین کنن، ولی اگه تو این سرعته کانسیستنسی نداشته باشی جا میمونی. اگه یه مطلبی که خیلی هم عالی نیست ولی کار امروز تو رو بدی بیرون، هفته دیگه یکی دیگه یکی دیگه، این راه بیرون اومدن از این شرایطه. دقیقاً این مسیر رو که تو میگی استمرار بعد داشته باشه تو این مسیر، ما همش فکر میکنیم که من خودم فکر میکردم استمرار اگر ایدئال اینجاست، استمرار باید اینجا برم، ولی اینجوری نیست، شاید به صفرترین نقطه برسی، به یک برسی، ولی خب تو برو اینو، باید دوباره یه روز میاد بالا، یه روز دوباره میره پایین. هیچ کس هیچ کار بدی رو به قصد بدی انجام نداد. حالا چیه ماجرا؟ خیلی حرف جالبی بود، میگه تو هر بدی رو هر کسی تو تاریخ انجام داده برای یه خوبی انجام داده، ولی اون خوبی ممکنه برای یه کسی باشه، برای خودش باشه، برای جامعهش باشه، برای دینش باشه، برای ایدئولوژیش باشه، برای یه چیزی، برای یه خوبی یه بدی رو انجام داده.